چند مورد درباره همه یاخته های زنده بخش هادی درسته توی انسان سالم. خب همه یاخته ها و یاخته ها هم زنده باشن، یاخته های غیر زنده رو حساب نکنیم و توی بخش هادی فقط. خب گازهای تنفسی را با مایع اطراف خود مبادله میکنن. این جمله مربوط به فصل‌های عقب‌تر از تنفسه که ما گفتیم که همه سلول‌های زنده‌ای که توی ساختار بدن ما وجود دارن باید گازهای تنفسی رو با مایع اطراف خودشون مبادله کنن و اون مایع اطراف خودشون هم با خون در تماس و تبادل گازها و مواد مغذی رو انجام میده. خب این درسته، در ارتباط با همه سلول‌های زنده بدن ما درسته. تنها در اثر مصرف گلوکز میتوانم مولکول ATP را، خب نگاه کنید یکی از روش‌های تولید ATP در سلول مصرف گلوکز، روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره. تنها در اثر مصرف غلطه، پس این شد غلط. خب فاقد توانایی تولید مولکول هایی هستن که در دنیای غیر زنده دیده نمیشون. خب مولکول هایی که در دنیای غیر زنده دیده نمیشون میشه مولکول های زیستی که همه سلول های زنده تولیدش میکردن. اینها هم که خب سلول های زنده ان، پس فاقد توانایی، فاقدی که اینجا اومده باعث شده این جمله هم غلط باشه. در صورت افزایش بیش از حد کربن دی اکسید خون بسیاری از فرآیندهای یاخته آنها ممکن است مختل شود. کلا با افزایش کربن دی اکسید خون pH خون به شدت کاهش پیدا می‌کرد، آنزیم‌ها با مشکل مواجه می‌شدند و فرآیندهای یاخته ای رو ممکنه با مشکل مواجه کنه. این هم درسته، از ما درستا رو خواسته، الف و دال درست شد. دو مورد، بنابراین جواب گزینه 2ه.